نرخ رسمی تورم از مرز 26 درصد عبور کرده است. خبرگزاری فارس روز شنبه با یادآوری اینکه تورم 26 درصدی در 15 سال اخیر سابقه نداشته، عامل اصلی تورم را نقدینگی در کنار افزایش قیمت مواد اولیه آن هم تحت تاثیر نوسانات ارزی عنوان کرده است. همزمان خبرگزاری مهر روز شنبه از خداحافظی احتمالی دولت با قیمت گذاری خبر می دهد. بر اساس این گزارش زمزمه های خروج قیمت از دست دولت چند وقتی است که به روش های مختلف از زبان مسئولان شنیده می شود. این در شرایطی است که به گزارش این خبرگزاری نوسانات قیمتی بیشتر از هر زمان دیگری خود را نشان داده و مردم نمیدانند دانند چه سرنوشتی پیدا می کنند. گزارش ها حکایت از آن دارد که قیمت گذاری خود رو آزاد شده است. حسن راد مراد معاون وزیر صنعت معدن و تجارت روز شنبه در پاسخ به این پرسش که آیا خودرو جزو کالاهایی است که دولت آن را قیمت گذاری می کند به خبرگزاری فارس گفته است قیمت خودرو توسط تشکلها و انجمنهای مرتبط با آن قیمت گذاری خواهد شد در این میان مهدی سلطان محمدی کارشناس امور اقتصادی و استاد دانشگاه با وجود افزایش میزان نرخ رسمی تورم در خبر آنلاین نوشته است بسیاری از مردم با توجه به مقایسه هزینه های امروزشان با یک سال قبل به این آمار با دیده تردید مینگرند این کارشناس با اشاره به شاخصهای رسمی بانک مرکزی در دو سال گذشته و تورم سالیانه 26 درصدی آبان ماه بر این باور است تورم به روند صعودی خود ادامه می دهد و تا پایان دیماه نرخ رسمی تورم به چهل درصد می رسد که به گفته این کارشناس نگران کننده است وفا زربهاری صدای آمریکا